سوره سبا در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 54 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ستایش و سپاس مخصوص خداست که هر آنچه در آسمان ها و زمین است همه ملک اوست و در عالم آخرت نیز شکر و سپاس مخصوص اوست و او به نظم آفرینش حکیم و به همه امور عالم آگاه است و هرچه درون زمین رود و هرچه از زمین بدر آید و هرچه از آسمان فرود آید و هرچه بر آسمان بالا رود همه را می داند و اوست که بر بندگان مهربان و بخشاینده است. و کافران منکر قیامت گفتند که هرگز ساعت قیامتی بر ما نمی آید، ای رسول به آنها بگو به خدای من قسم که البته می آید و او بر غیب جهان آگاه است و از مقدار ذره یا کمتر و یا بیشتر از ذره ای از موجودات عالم در همه آسمان ها و زمین نیست جز آن که در کتاب علم ازلی حق آشکار است. آنان را که به خدا ایمان آورده و به اعمال صالح پرداختند پاداش نیکو دهد که آمرزش حق و رزق نیکو مخصوص آنهاست. آنان که در محو و نابود ساختن آیات ما سعی و کوشش کردند تا مگر رسول ما را ناتوان کنند، برای آنها عذاب سخت دردناک خواهد بود. و آنان که اهل دانش و معرفت گردیدند یقین داشتند که قرآنی که بر تو نازل شده از جانب پروردگار تو به حق نازل گردیده است و راهنمای خلق به راه خدای بی همتای ستوده صفات است. و کافران به تمسخر و استهزا با مردم می گفتند که آیا می خواهید شما را به مردی رهبری کنیم که می گوید شما پس از آن که مردید و ذرات جسمتان متفرق و پراکنده گردید از نو باز زنده خواهید شد؟ آیا این مرد دانسته به خدا دروغ می‌بندد، یعنی محمد، یا جنون بر این گفتارش وامی دارد؟ آنان که به عالم آخرت ایمان نمی‌آورند آنجا در عذاب و اینجا در گمراهی دور از نجات گرفتارند. آیا کافران به آسمان و زمین که بر آنها از پیش و پس احاطه کرده نمی نگرند و اگر ما بخواهیم آنها را به زمین فرو می بریم یا یک قطعه از آسمان را بر سرشان فرود می آوریم، در آن آیت حکمت و قدرت ما بر هر بنده خداشناس با اخلاصی به خوبی پدیدار است. و ما حظ و بهره داوود را به فضل و کرم خود کاملا افزودیم و امر کردیم که ای کوه ها و ای مرغان، شما نیز با تسبیح و نغمه الهی داوود هماهنگ شوید و آهن سخت را به دست او نرم گردانیدیم و به او دستور دادیم که از آهن زره بساز و حلقه زره به اندازه و یک شکل گردان و خود با قومت همه نیکوکار باشید که من کاملا به هر چه کنید آگاهم. و باد را مسخر سلیمان ساختیم تا بساطش را صبحگاه یک ماه راه برد و عصر یک ماه، و چون معدن مس گداخته را بر او جاری گردانیدیم برخی از دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت پرداختند و از آنها هر که سر از فرمان ما بپیچید عذاب آتش سوزانش میچشانیم. آن دیوان برای او هرچه میخواست از کاخ و عمارت و معابد عالی و ظروف بزرگ مانند حوضها و نقوش و دیگهای عظیم که بر زمین کار گذاشته بودند همه را میساختند. اینک ای آل داوود شکر و ستایش خدا به جای آرید.
هرچند از بندگان من عده قلیلی شکر گذارند. و چون ما بر سلیمان مرگ را مأمور ساختیم، بر مرگ او بجز حیوان چوب خاری که عصای او را خورد کسی دیگر رهبر نگشت. پس دیوان که از مرگ سلیمان آگاه بودند، اگر از اسرار غیب آگاه بودند، تا دیر زمانی در عذاب و ذلت و خاری باقی نمی ماندند. و برای اولاد سبا در وطنشان در زمین شام از جنوب و شمال دو باغ و بوستان آیت لطف و رحمت بود و به آنها گفتم که بخورید از رزق خدای خود و شکر وی به جای آرید که مسکنتان شهری نیکوست و خدای شما غفور و مهربان است. با وجود این باز اعراض کردند، ما هم سیلی سخت بر هلاک ایشان فرستادیم و به جای آن دو نوع باغهای پرنعمت دو باغ دیگرشان دادیم که بار درختانش تلخ و ترش و بدطعم و اندکی درخت سدر بود. این کیفر کفران آنها بود. و آیا ما با مرحمتی که به بندگان داریم تا کسی کفران نکند مجازاتش خواهیم کرد؟ و ما میان آنها و شهرهایی که در آنجا پر نعمت و برکت گردانیدیم باز قریه‌هایی نزدیک به هم قرار دادیم با فاصله کوتاه و سیر سفری معین، و آنها را گفتیم که در این ده و شهرهای نزدیک به هم شبان و روزان با ایمنی کامل مسافرت کنید. باز آنها گفتند بارلاها سفرهای ما را دور و دراز گردان و برخیش ستم کردند. ما هم آنها را عبرت داستانها کردیم و به کلی متفرق و پراکنده ساختیم. در این عقوبت برای مردمان پر صبر و شکر آیات عبرت و حکمت آشکار است. و شیطان گمان باطل خود را سخت به صدق و حقیقت در نظر مردم جلوه داد تا جز فرقه کمی از اهل ایمان همه او را تصدیق کردند و پیرو او شدند. در صورتی که شیطان بر مردمان تسلطی نداشت بلکه از حرص دنیا پیرو او شدند. و شیطان را بر این داشتیم تا به امتحان آن کس که به عالم قیامت ایمان آورد از آن کس که شک دارد معلوم گردانیم، و خدای تو بر هر چیز نگهبان و آگاه است. ای رسول ما، به مشرکان بگو آنهایی را که بجز خدا شما مؤثر پنداشتید هیچ یک مقدار ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستند و با خدا شرکتی در خلقت آسمان و زمین نداشته و به او در آفرینش یاری و کمکی نکرده اند. و شفاعت کسی هم جز آنکه خدا به او اذن شفاعت داده سودمند نیست. پس خاصان و انبیا را شفیع خود قرار دهید تا چون آن خاصان از دلهاشان اضطراب برطرف شود گویند خدا چه در باب شفاعت فرمود، پاسخ دهند که حق و درست کاری و شفاعت مؤمنان نه مشرکان، که او خدای بلند مرتبه بزرگوار است. ای رسول، مشرکان را بگو آن که از نعم آسمان ها و زمین به شما روزی می دهد کیست؟ بگو آن خداست. و ما که موحدیم یا شما که مشرکید، کدام در هدایت یا ضلالتیم؟ این به زودی به شما معلوم خواهد شد. باز بگو شما را مسئول جرم ما و ما را مسئول کردار زشت شما هرگز نخواهند کرد. باز بگو که خدا همه ما را جمع کند، آنگاه میان ما به حق فتح و داوری خواهد فرمود که او گشاینده مشکلات و دانای اسرار است. باز بگو ای رسول، شما به من آنان را که به عنوان شریک به خدا بستید نشان دهید. نشان دهید چه قدرتی دارند؟ هیچ، بلکه خداست آن که مقتدر بر جهان و با علم و حکمت در ایجاد است.
و ما تو را جز برای اینکه عموم بشر را به رحمت خدا بشارت دهی و از عذابش بترسانی نفرستادیم، لکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند و کافران میگویند پس این وعده قیامتی که شما میدهید اگر راست میگویید کی خواهد بود؟ در جواب آنها بگو وعدگاه شما روزی است که البته بیاید و ساعتی تقدیم و تأخیر بر شما نخواهد یافت. و کافران مشرک گفتند ما هرگز به این قرآن و به کتابهایی که پیش از این فرستاده اند ایمان نخواهیم آورد. اگر روزی که آن ستمکاران را در پیشگاه خدا بازداشتن مشاهده کنی، در حالی که با یکدیگر به خصومت گفتگو برخواسته و ضعیفان تابع به رؤسای گردنکش، در آن روز خطاب کنند که اگر اقوای شما نبود ما البته به خدا ایمان می آوردیم. و باز رؤسای متکبر با پیروان ضعیف خیش گویند آیا با آنکه از جانب خدا راه هدایت را به شما نمودند باز ما شما را از هدایت منع کردیم؟ نه، بلکه شما خود مردم بدکاری بودید. باز آنان که ضعیف و تابع بودند به رؤسای متکبر جواب دهند که مکر و فریب روزگار ما را بران داشت که به خدای یکتا کافر شویم و برای او شریک قرار دهیم و چون عذاب قیامت را به چشم مشاهده کنند سخت اظهار پشیمانی کنند و ما زنجیرهای عقاب به گردن اهل کفر نهاده و گوییم آیا این رنج و شکنجه جز کیفر کردار زشت شماست؟ و ما هیچ رسولی در دیاری نفرستادیم جز آنکه ثروتمندان عیاش آن دیار به رسولان گفتند ما به رسالت شما کافریم و هیچ ایمان و عقیده ای به شما نداریم. و باز گفتند که ما بیش از شما مال و فرزند داریم چون نعمت دنیای ما افزونتر است. در آخرت هم هرگز رنج و عذابی نخواهیم داشت. ای رسول ما، بگوی خدای من هر که را بخواهد روزی وسیع دهد و هر که را بخواهد روزی اندک. لکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند و هرگز اموال و اولاد شما چیزی که شما را به درگاه ما گرداند نیست مگر آنکه با ایمان و عمل صالح و آنان پاداش اعمال صالحشان مضاعف و افزون است و در غرفه‌های بهشت ابدی ایمن و آسوده خاطرند. و آنان که در محو و نابودی آیات و رسل ما می‌کوشند تا ما را زبون و مغلوب خود کنند آنها را البته برای عذاب و انتقام حاضر خواهند کرد و به کیفر سخت می رسانند. ای رسول ما، بگو خدای من هر که از بندگان را خواهد وسیع روزی یا اندک روزی می گرداند و شما هر چه در راه رضای حق انفاق کنید به شما عوض می بخشد و او بهترین روزی دهنده است. و ای محمد، یادار از روزی که خدا همه مردم را به عرصه محشر جمع آورد، آنگاه به فرشتگان گوید آیا این گروهند که شما را معبود خود گرفتند؟ فرشتگان زبان به تسبیح خدا گشوده و گویند بار الها تو از هر شرکی پاک و منزهی، تو خدا و یاور ما این، نه ایشان، اینان جن و شیاطین را می پرستند و اکثرشان به آنها گرویده بودند که به یکتایی تو شرک آورند. پس در آن روز مخلوق هیچ مالک نفع و ضرر یکدیگر نیستند و ما آنان را که ظلم و ستم کردند گوییم اینک بچشید عذاب آتشی را که تکذیب آن می کردیم. و چون توسط رسول برای کافران آیات روشن ما تلاوت شد گفتند این شخص جز آن که مردی است که می‌خواهد شما را از دین پدرانتان برگرداند هیچ مزیت دیگری ندارد. و نیز گفتند این قرآنش هم جز آن که خود فرا بافته و به دروغ به خدا نسبت می‌دهد چیز دیگری نباشد. و کافرانی که آیات حق بر آنها آمد گفتند که این کتاب جز آن که سحر است پیداست که چیز دیگری نیست. در صورتی که ما هیچ کتاب و سندی که بیاموخته و تکذیب تو کنند و یا رسولی پیش از تو که به قول او
بر رد تو دلیل آرند برای مشرکان نفرستادیم و کفار پیش از اینان هم پیغمبرانشان را تکذیب کردند و این کافران امت تو به ثروت و جاه آن گذشتگان نرسیدند، پس آنها که رسولان مرا تکذیب کردند چگونه به عذاب سخت من گرفتار شدند؟ ای رسول ما، بگو به امت که من نیک سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا دو نفر دو نفر با هم یا هر یک یک تنها در امر دینتان قیام کنید. درباره من عقل و فکرت به کار بندید تا به خوبی دریابید که صاحب شما امت رسول خدا را جنون نیست، صاحب عقل کامل است. او رسولی است که از عذاب سخت که شما را در پیش است می ترساند. باز ای رسول، بگو آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم برای شما باشد، یعنی هرگز چیزی نخواستم. باز ای رسول، بگو خدای من حق را بر من القا می فرماید که او به اسرار عوالم غیب آگاه است. باز ای رسول، بگو کتاب و رسول و یا شمشیر حق آمد و دیگر باطل در اول و آخر دنیا محو و نابود است. باز ای رسول، بگو اگر من گمراه شده ام زیانش بر من است نه بر شما، و اگر هدایت یافته آن به وحی خدای من است که خدا البته شنوا و به قلوب خلق نزدیک است. و اگر تو ای رسول سختی حال مجرمان را مشاهده کنی هنگامی که ترسان و حراسانند و هیچ از عذاب آنها فوت زائل نشود و از مکان نزدیکی دستگیر شوند و کافران که عذاب دوزخ را ببینند پشیمان شده و گویند ما به حق ایمان آوردیم و با این همه دوری از مقام ایمان کجا بدان مقام نائل توانند شد، در صورتی که آنها به رسول حق جنون و سحر و کذب که از مقام او بسیار دور است نسبت می دادند و امروز میان آنها و آرزوهایشان به کلی دوری و مباینت افکندند، چنان که به امثال آنها از امم گذشته که آنها هم مانند ایران در شک و ریب بودند نیز چنین کردند. می رسیم به سوره فاطر که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 45 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. سپاس خدای را که آفریننده آسمان ها و زمین است و فرشتگان را رسولان پیامبران خود گردانید و دارای دو و سه و چهار بال و پر قدرت قرار داد. هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید که خدا بر ایجاد هر چیز قادر است. دری که او از رحمت به روی مردم می گشاید هیچ کس نتواند بست و آن را که او ببندد هیچ کس جز او نتواند رها کند و اوست خدای بی همتای با حکمت و اقتدار. ای مردم، متذکر شوید که چه نعمتها خدا به شما عطا فرمود. آیا جز خدا آفرینندهی هست که از آسمان و زمین به شما روزی دهد؟ هرگز جز آن خدای یکتا خدایی نیست. پس ای مشرکان، چگونه از درگاه حق رو به بتان باطل می آورید؟ ای رسول ما، فمین مباش اگر تو را این امت نادان تکذیب کردند. پیامبران پیش از تو را نیز تکذیب کردند و بازگشت امور خلق به سوی خداست. ای مردم، البته وعده قیامت حق است، پس مبادا که زندگانی دنیای فانی شما را مغرور سازد و مبادا سرگرم عصیان شوید و شیطان فریبنده از قهر و انتقام حق به عفو خدا مغرورتان گرداند. شیطان دشمن سخت شماست. او حزب و سپاهش را برای اقوای شما مهیا ساخته تا همه را مانند خود اهل دوزخ گرداند. آنان که به خدا کافر شدند کیفرشان عذاب سخت دوزخ است و آنان که ایمان آرند و نیکوکار گردند پاداش مغفرت خدا و اجر بزرگ بهشت ابد را
خواهم داشت. آیا آن کس که کردار زشتش به چشم جلوگر شده تا از خرسندی هر بد کرده در نظرش نیکو آمده مانند مرد حقیقت بین است؟ خدا هر که را خواهد گمراه سازد، یعنی به گمراهی واگذارد، و هر که را خواهد هدایت فرماید. پس تو ای رسول گرامی نفس شریف خود را بر این مردم به غم و حسرت نینداز، که خدا به هر چه اینان کنند کاملا آگاه است. خداست آن که بادها را بفرستد تا ابرها را برانگیزد و آن ابر را ما به شهر و دیار مرده برانیم و به بارانش زمین را پس از مرگ خزان زنده گردانیم. حشر و نشر مردگان هم به قیامت همین گونه است که همه ساله در زمین به چشم می‌بینی. هر که طالب عزت است بداند که تمام عزت خاص خدا و خدا پرستان است. کلمه نیکوی توحید و روح پاک آسمانی به سوی خدا بالا می رود و عمل نیک خالص آن را بالا می برد. و برای آن که به مکر و تزویر اعمال بد کند عذاب سخت خواهد بود و فکر مکرشان به کلی نابود خواهد شد. خدا شما نوع بشر را نخست از خاک بیافرید و سپس از نطفه خلق کرد و بعد از آن شما را جفت قرار داد و آنچه زنان بارگیرند و بزایند جز به علم و اراده او نخواهد بود و کسی عمر طولانی نکند یا از عمرش نکاهد جز آنکه همه در کتاب ثبت است و این بر خدا بسیار آسان است. و هرگز آب آن دو دریا که یکی گوارا و شیرین و آن دیگری تلخ و شور است یکسان نیستند. با وجود این شما از هر دو گوشت تازه تناول می کنید و زیورها از آن استخراج کرده و زیب و زیور تن می سازید و در آن کشتی ها روان بینی تا از فضل خدا کسب و تجارت کنند و روزی طلبید، باشد که شکرگزار نعمتش گردید. خداست که شب را درون پرده روز پنهان سازد و روز را درون پرده شب، و خورشید و ماه را مسخر کرده تا هر یک به مقدار معین و مدار معین و مدار خاصی می گردند. او خدای آفریننده شماست که همه ملک هستی از اوست، و به غیر او معبودانی را که به خدایی می خوانید در جهان دارای پوست و هست خرمایی نیستند. اگر آنها را بخوانید نشنوند و اگر بشنوند جواب ندهند. و روز قیامت چون آنها را شریک خدا گرفتید شما را کافر دانند و هیچ کس مانند خدای دانا تو را به حقیقت آگاه نگرداند. ای مردم، شما همه به خدا محتاجید و تنها خداست که بی نیاز و غنی به لذات و ستوده صفات است. اگر بخواهد همه شما را به دیار عدم می فرستد و خلقی از نو به عرصه وجود می آورد و هیچ این کار بر خدا دشوار نیست. هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد و آن که بارش سنگین است اگر دیگری را هرچند خیش خود باشد، یعنی پدر و فرزندش هم باشد، کمک بر سبکباری خود طلبد، ابدا باری از دوش او برداشته نخواهد شد. و تو ای رسول تنها آنان را که در خلوت و پنهانی از خدای خود می ترسند و نماز به پا می دارند توانی خدا ترس و پرهیزکار گردانی، و هر کس خود را از کفر و گناه و اخلاق زشت پاک و منزه ساخت سود سعادتش بر خود اوست و بازگشت همه به سوی خداست. و هرگز کور و بینا یکسان نیست و به هیچ وجه ظلمت با نور مساوی نخواهد بود و هرگز آفتاب و سایه هم مرتبه نیستند.
و ابداً زندگان با مردگان برابر نیستند. و ای رسول بدان که خدا هر که را بخواهد شنوای کلام حق سازد و تو آن کس را که در گورستان کفر و جهالت فرو رفته هرگز شنوا نتوانی کرد. تو جز آن که خلق را بترسانی به کاری مأمور نیستی. ما تو را به حق و راستی به سوی خلق فرستادیم تا بدان را بترسانی و هیچ امتی نبوده جز آن که در میانشان ترساننده و رهنمایی بوده است. و ای رسول اگر امت تو را تکذیب کردند، پیشینیان هم پیغمبرانی را که با آیات و معجزات و کتب و حجت روشن برای هدایتشان آمدند همه را تکذیب کردند. ما هم از آن کافران مؤاخذه شدید کردیم و چقدر قهر و عذاب من سخت بود. آیا ندیدی که خدا باران را از آسمان فرود آورد و به آن انواع میوه های گوناگون و رنگارنگ پدید آورد و در زمین از کوه ها طرق زیاد و اصناف و رنگ های مختلف سفید و سرخ و سیاه خلقت فرمود؟ مردم و حیوانات را به رنگ های مختلف آفرید؟ همین گونه بندگان هم مختلفند و از میان اصناف بندگان تنها مردمان دانا مطیع و خدا ترسند. آنها که کتاب خدا را تلاوت کرده و نماز به پا می دارند و از آنچه خدا روزیشان فرموده پنهان و آشکار به فقیران انفاق می کنند و از لطف خدا امید تجارت دارند، هرگز زیان و زوال نخواهند یافت تا خدا به آنها پاداش کامل عطا کند و از فضل و کرم باز بر ثوابشان بیفزاید که خدا بسیار بیامرزد و به شکر گزاران احسان فراوان کند. و آنچه از کتاب آسمانی قرآن بر تو به وحی فرستادیم آن حق است که کتب آسمانی تورات و انجیل که پیش از اوست حقانیتش را تصدیق می کنند. تو از تکذیب کافران نیندیش که خدا به اعمال بندگان کاملا بصیر و آگاه است. پس از آن پیغمبران کهف ما آنان را که از بندگان خود برگزیدیم و وارث علم قرآن گردانیدیم، باز هم بعضی آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضی از آنها راه عدل پیمودند و برخی به هر عمل خیر با جان و دل به دستور حق سبقت گیرند. این رتبه در حقیقت همان فضل بزرگ و عطای بی منتهای الهی است، همان بهشت ابدی که در آن داخل شده و گوهرهای آن به دست و بدن زیور بندند و جامعه حریر و پرند دربر کنند و به سپاس آن نعمتهای بی حساب زبان به ستایش خدا گشوده و در آن هنگام گویند حمد خدا را که حزن و اندوه ما ببرد و شادی بی حد عطا فرمود. همانا خدای ما بسیار بخشنده و پاداش دهنده است. شکر آن خدایی را که از لطف و کرم ما را به منزل دائمی بهشت وارد کرد که در اینجا هیچ رنجی به ما نرسد و ابدا ضعیف و خستگی نخواهیم یافت. و آنان که کافر شدند، عذاب ایشان آتش دوزخ است که نه به پایان رسد تا بمیرند و نه تخفیف یابد تا آسوده شوند. این گونه هر کافر لجوجی را کیفر می کنیم و آن کفار در آتش دوزخ فریاد و ناله کنند که ای پروردگار، ما را از این عذاب بیرون آور تا برخلاف گذشته به اعمال نیک بپردازیم. در آن هنگام خطاب شود: آیا شما را عمری مهلت ندادیم و رسولان بر شما نفرستادیم تا هر که قابل تذکر پند شنیدن است این روز را متذکر شود و در دنیا به توبه بپردازد؟
پس امروز عذاب دوزخ را بچشید که ستمکاران را هیچ یار و نجات دهنده نخواهد بود. خدا کاملا و اسرار غیب آسمان ها و زمین داناست و به افکار و اندیشه دلها هم آگاه است. اوست خدایی که شما را در زمین جانشین امم گذشته قرار داد. اینک هر کس کافر شود زیان کفر بر خود اوست و کفر کافران نزد خدا چیزی جز خشم و غضب حق نیفزاید و کفر کافران چیزی جز خسارت و زیان برای آنها نخواهد افزود. ای رسول ما، مشرکان را بگو شما که خدای یگانه را رها کرده و بتان را شریک خدا خواندید، با من بگویید و نشان دهید که این بت‌ها آیا چیزی در زمین آفریده اند یا شرکتی در خلقت آسمان ها با خدا داشته اند یا حجت و کتابی برای آنها آمده که بر عقیده شرک خود برهانی آرند؟ بلکه ستمکاران مشرک را حجتی جز وعده دروغی که به آن یکدیگر را می فریبند چیزی در دست نیست. محققاً خدا آسمان ها و زمین را از اینکه نابود شود نگاه می دارد و اگر رو به زوال نهند گذشته از او، هیچ کس آنها را محفوظ نتواند داشت. و بدانید که خدا بر کیفر و گناه خلق بسیار بردبار و آمرزنده است. مشرکان عرب محکمترین قسم را به نام خدا یاد می کردند که اگر پیغمبری از جانب خدا برای هدایت آنها بیاید، از هر یک از امم یهود و نصاری زودتر و بهتر هدایت می‌یابند. ولی آنگاه که رسول آمد، بر آنها چیزی جز مخالفت و نفرت نیفزود، بدین جهت که می‌خواستند در زمین تکبر و گردنکشی کنند و مگر در اعمال بد اندیشند و مکر زشت و فکر بدکاری جز صاحبش احدی را هلاک نخواهد کرد. و آیا اینان جز آن که به طریقه امم گذشته هلاک شوند انتظاری دارند؟ و طریقه خدا در ملاک بدندیشان هرگز مبدل نخواهد شد و طریقه حق و سنت الهی هرگز تغییر نمی پذیرد. آیا این مردم در روی زمین سیر نمی کنند تا عاقبت کار ستمکاران پیش از خود را که نیرو و اقتدارشان هم بسیار بیش از اینان به دیده عبرت بود بنگرند؟ و هیچ موجودی در آسمان و زمین از قدرت خدا نتواند کاست که همانا خدا در ازل و ابد قادر مطلق است. و اگر خدا از کردار زشت خلق مؤاخذه کند، در پشت زمین هیچ جنبنده ای باقی نگذارد، لکن کیفر خلق را به تأخیر می افکند تا به وقت معین و چون هنگام اجل فرا رسد. در آن هنگام خدا به احوال بندگانش کاملا آگاه است و مقدار مجازات و عفو هر کسی را می داند. سوره فاطر هم به امید پروردگار بزرگ که شامل 45 آیه بود در اینجا به پایان رسید. می رسیم به سوره یاسین که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 81 آیه می باشد. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاسین، ای سید رسولان و ای کامل ترین انسان. قسم به قرآن حکمت بیان که تو ای محمد البته از پیغمبران خدایی که از جانب حق به راه راست فرستاده شدی. این قرآن تو کتابی است که از جانب خدای مقتدر مهربان نازل شده است تا قومی که پدرانشان به کتب آسمانی پیشین وعظ و اندرز شدند، تو هم خود آنها را به این قرآن پند دهی و از قهر حق بترسانی که ایشان سخت غافلند. البته وعده عذاب ما بر اکثر آنان چون ایمان نمی آورند حتمی و لازم گردید. ما هم چون کافر شدند بر گردن آنها تا زنخ
زنجیرهای عذاب نهادیم، در حالی که سر بلند کرده و چشم بربسته اند و از پیش و پس راه خیر را بر آنها سد کردیم و بر چشمانشان هم پرده افکندیم که هیچ نبینند. آنها را بترسانی یا نترسانی یکسان است، هرگز ایمان نمی آورند. تو آنان را بترسان و اندرس کن که پیرو آیات قرآن شده و از خدای مهربان به خلوت می ترسند. اینان را به مغفرت خدا و پاداش با لطف و کرم او بشارت ده. ما مردگان را باز زنده می گردانیم، کردار گذشته و آثار وجودی آیندهشان همه را در نامه اعمال آنها ثبت خواهیم کرد و در لوح محفوظ خدا آشکار همه را به شماره آورده ایم. ای رسول، برای این مردم حال این قریه انطاکیه را مثل زن که رسول حق یا عیسی برای هدایت آنها آمد، که نخست دو تن از رسولان را فرستادیم، چون تکذیب کردند باز رسول سومی برای مدد و نصرت مأمور کردیم. همه گفتند ما از جانب خدا به رسالت شما آمده ایم. اهل قریه به رسولان حق گفتند شما جز این که مانند ما بشری هستید مقام دیگری ندارید و هرگز خدای رحمان شما را به رسالت نفرستاده است و جز این که شما مردمی دروغگو هستید هیچ کار دیگری نیست. رسولان باز گفتند خدا می داند که محققاً ما فرستاده او به سوی شما هستیم و بر ما جز آن که واضح ابلاغ رسالت کنیم هیچ تکلیفی نیست. باز منکران گفتند که ای داعیان رسالت ما، وجود شما را به فال بد می گیریم. اگر از این دعوی دست بر ندارید البته سنگسارتان خواهیم کرد و به شما رنج و شکنجه سخت خواهیم رساند. رسولان گفتند ای مردم نادان، آن فال بد که میگویید اگر بفهمید و متذکر شوید درباره خود شماست و شما مردمی مسرف هستید. آنها در این گفتگو بودند که مردی شتابان از دورترین نقاط شهر انطاکیه به نام حبیب فرا رسید و گفت ای مردم، رسولان خدا را پیروی کنید، از اینان که هیچ اجر و مزد رسالتی نمی خواهند و شما را هدایت می کنند پیروی کنید. چرا باید من خدای آفریننده خود را نپرستم در صورتی که بازگشت شما و همه خلایق به سوی اوست؟ آیا من به جای آن خدای آفریننده خدایی را معبود خود گیرم که اگر به من رنج و زیانی رسد هیچ شفاعت آن خدایان از من دفع زیان نکرده و نجاتم نتواند داد؟ در این صورت پیداست که من بسیار زیانکار خواهم بود. پس از من ای رسولان بشنوید و گواه باشید که به خدای فرستنده شما ایمان آوردم. به این مرد با ایمان حبیب نجار که روز قیامت گفته شود بیا داخل بهشت شو، گوید ای کاش ملت من هم از این نعمت بزرگ آگاه بودند که خدا چگونه در حق من مغفرت فرمود و مرا مورد لطف و کرم خود قرار داد. و ما پس از او یعنی حبیب بر قومش لشکری از آسمان نفرستادیم، بلکه عقوبتشان نیست جز یک عذاب آسمانی که به ناگاه همه هلاک شوند. وای بر حال این بندگان که هیچ رسولی برای هدایت آنها نیامد جز آنکه او را به تمسخر و استهزا گرفتند. آیا ندیدند چه بسیار طوایفی را پیش از اینان هلاک کردیم که دیگر ابداً به دیار اینان باز نگشتند؟ و هیچ کس از آینده و گذشته نیست جز آنکه همه نزد ما حاضر می شوند. و یک برهان آن است که ما زمین مرده را به باران رحمت زنده کرده و از آن دانه که قوت و روزی خلق شود می رویانیم و در زمین باغ‌ها از نخل خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه‌های آب جاری کردیم تا مردم از میوه آن باغ‌ها تناول کنند
و از انواع غذاهایی که به دست خود عمل می آورند نیز تغذیه کنم. آیا نباید شکر آن نعمتها به جای آورند؟ پاک و منزه است خدایی که همه ممکنات عالم را جفت آفریده، چه از نباتات و چه از نفوس بشر و دیگر مخلوقات که شما از آن آگاه نیستید. و برهان دیگر برای خلق در اثبات قدرت حق وجود شب است که ما چون پرده روز را از آن برگیریم، ناگهان همه را تاریکی فرا گیرد و نیز خورشید که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است. برهان دیگری است بر قدرت خدای دانای مقتدر و نیز گردش ماه را که در منازل معین مقدر کردیم تا مانند شاخه خرما زرد و لاغر به منزل اول بازگردد، بر قدرت حق برهان دیگری است. نه خورشید به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی در این دریای بی پایان شناورند. و برهان دیگران که ما نژاد بشر را در کشتی پربار سوار گردانیدیم و نیز برای آنها به مانند کشتی چیزی که بران سوار شوند خلق کردیم. و اگر بخواهیم به تند موجی چنان همه را به دریا غرق کنیم که ابداً نه فریاد خواهی و نه راه نجاتی یابند، مگر باز لطف و رحمت ما آنها را نجات دهد و تا وقت معین بهره زندگی بخشد و مردم را گویند از گذشته و آینده خیش اندیشه کنید، شاید مورد لطف رحمت خدا قرار گیرد. برای مردم غافل از آیات الهی نیاید به خاطر آنکه از آن به نادانی اعراض کردند، و چون مؤمنان به آنها گفتند از آنچه خدا روزی شما قرار داده چیزی برای او به فقیران انفاق کنید، کافران به اهل ایمان جواب دادند آیا ما به کسی که اگر خدا می‌خواست به او هم مانند ما روزی می‌داد اطعام و دستگیری کنیم؟ هرگز نمی‌کنیم. شما که به ما این صحبت را می‌کنید پیداست که سخت در غلط و گمراهی هستید. و کافران از روی تمسخر به مؤمنان گویند پس این وعده قیامت و بهشت دوزخ اگر راست میگویید کی خواهد بود؟ این منکران قیامت انتظار نکشند جز آنکه به یک باره مرگ همه آنها را فرا گیرد، در حالی که در کار دنیا با هم به بحث و جدل مشغولند. در آن لحظه مرگ نه توانایی سفارشی دارند و نه به اهل بیت خود رجوع توانند کرد، و چون در سور دمیده شود به ناگاه همه از قبرها به سوی خدای خود به سرعت می شتابند و از حسرت و پشیمانی گویند ای وای بر ما که ما را از خوابگاه مرگ برانگیخت. این همان وعده خدای مهربان است و رسولان همه راست می گفتند. و یک لحظه بیش نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد، پس در آن روز کمترین ظلمی به هیچ کس نشود و جز آنکه عمل کرده اند ابداً جزایی نخواهند یافت. اهل بهشت آن روز خوش و به وجه و نشاط مشغولند. آنان با زنانشان در سایه درختان بهشت بر تخت‌های عزت تکیه کردند. برای آنها میوه‌های گوناگون و هرچه بخواهند آماده است. برای آنان از خدای مهربان فرشتگان رحمت سلام و تحیت رسانند و خطاب شود ای بدکاران، امروز شما از صف نیکوها جدا شوید. ای آدم زادگان، آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید؟ زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست. و مرا پرستش کنید، امر مرا اطاعت کنید که این راه مستقیم سعادت ابدی است. و خلق بسیاری از شما نوع بشر را
این دیو به گمراهی کشید، آیا هنوز هم عقل و فکرت به کار نمی بندی تا از فریبش بپرهیزی؟ این همان دوزخی است که به شما پیروان شیطان وعده دادم. امروز در آتش آن به کیفر کفرتان داخل شوید. امروز است که بر دهان آن کافران مهر خموشی نهیم و دستهاشان با ما سخن گوید و پاهاشان به آنچه کرده اند گواهی دهد. و اگر ما بخواهیم دیده هاشان را محو و نابینا کنیم، چطور توانند سبقت گیرند و چطور بصیرت یابند؟ و اگر بخواهیم همانجا صورت آنها را مسخ می کنیم که نه از آن صورت بتوانند گذشت و نه به صورت اول بازگردند. و ما هر کس را عمر دراز دادیم به پیری در خلقتش بکاستیم، آیا در این کار تعقل نمی کنند؟ و نه ما او را یعنی محمد را شعر آموختیم و نه شاعری شایسته مقام است، بلکه این کتاب ذکر الهی و قرآن روشن خداست تا هر که زنده دل است او را به آیاتش پند دهد و بر کافران با تمام حجت وعده عذاب حتم و لازم گردد. آیا کافران ندیدند که برای آنها به دست قدرت خود چهار پایان را خلقت کردیم تا آنها مالک شوند و آن حیوانات را مطیع و رام آنها ساختیم تا هم بر آن سوار شوند و هم از آن غذا تناول کنند؟ و برای مردم در آن حیوانات منافع بسیاری از پوست و پشم و غیره، آشامیدنی های فراوان از شیر و ماست و غیره قرار دادیم، آیا شکر این نعمت ها را نباید به جای آورند؟ و مشرکان به غیر خدا خدایانی دیگر اتخاذ کردند تا مگر از آنها نصرت و یاری جویند. هرگز آن خدایان کمترین نصرتی به آنها نتوانند کرد و خود این مشرکان و معبودانشان سپاهی حاضر خدمت هستند تا روز قیامت از پی یکدیگر به دوزخ روند. و ای رسول، سخن این مشرکان تو را محزون نکند، ما هر آنچه پنهان و آشکار گویند همه را می دانیم و به کیفرشان می رسانیم. آیا انسان ندید که ما او را از نطفه خلق کردیم که بعد دشمن آشکار ما گردید؟ و برای ما مثلی جاهلانه زد و گفت این استخوان‌های پوسیده را باز که زنده می کند؟ ای رسول ما، بگو آن خدایی زنده می کند که اول بار آنها را حیات بخشید و او به هر خلقت دانا و قادر است. آن خدایی که از درخت سبز و تر برای استفاده شما آتش قرار داده تا برافروزید. آیا آن خدایی که خلقت با عظمت آسمان ها و زمین را آفریده بر آفرینش موجود ضعیفی مانند شما قادر نیست؟ البته قادر است که او آفریننده ای داناست. خدا چون اراده خلقت چیزی را کند، به محض اینکه گوید موجود باش، بلافاصله موجود خواهد شد. پس منزه و پاک خدایی که ملک و ملکوت هر موجود به دست قدرت او و بازگشت شما خلایق به سوی اوست. در اینجا سوره یاسین به پایان میرسد. میرسیم به سوره صافات که در مکه معظمه نازل شده و شامل 82 آیه است. میخوانم به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به آنها که چون فوج فرشتگان یا نمازگزاران یا سپاه اهل ایمان به فرمان حق صف آرایی کرده اند، و قسم به زجر کشیدگان از عمل معصیت کاران، قسم به تلاوت کنندگان همه کتب آسمانی که محققا خدای شما یکیست، همان خدای یکتا که آفریننده مشرق و مغرب هاست. ما نزدیکترین آسمان را به زیور نجوم بیاراستیم و از تسلط شیطان سرکش گمراه
محفوظ داشتیم تا شیاطین هیچ از وحی و سخن فرشتگان عالم بالا نشنوند و از هر طرف به قهر رانده شوند، هم به قهر رانده شوند و هم به عذاب دائم قیامت گرفتار شوند. ای رسول، از این منکران قیامت بپرس که آیا خلقت آنها سخت تر است یا موجودات با عظمت دیگر که ما خلق کرده ایم، و در اول آنها را از گل سرشته بیافریدیم. آری تو ای رسول از انکار منکران تعجب کردی و آنها هم به تمسخر پرداختند و هرگاه به آنها پند و اندرز دهند از جهل هیچ متذکر نمی شوند و چون آیت و معجزی مشاهده کنند باز هم به فسوس و مسخره پردازند و گویند این خود پیداست که سحری بیش نیست، و یا تعجب و انکار کنند آیا چون ما مردیم و استخوان ما خاک شد باز زنده و برانگیخته می شویم، یا پدران گذشته ما زنده می شوند؟ ای رسول به آنها بگو آری شما و هم پدرانتان خار و ذلیل به محشر مبعوث خواهید شد، تنها به یک لحظه همه زنده شده و از قبرها برخیزید و عرصه قیامت را بنگرید. و گویند ای وای بر ما، این است روز جزای اعمال ما، این است روز حکم نیک و بد که شما تکذیب آن کردید. و خطاب شود که اینک ستمکاران را حاضر کنید با همسران و آنچه معبود ایشان بود و هرچه را بجز خدا می پرستیدن بیاورید و همه را به راه دوزخ کشانید و در موقع حساب نگاهشان دارید که در کارشان سخت مسئولند. از اینان باید پرسید که چرا شما در راه دین به یکدیگر نصرت نکردید، بلکه در این روز آنها همه سخت تسلیم و ذلیلند و در آن هنگامه برخی از آنان با بعضی دیگر سؤال و جواب کنند و گویند شما بودید که از سمت راست و چپ برای فریب ما می آمدید. آنها جواب دهند که شما خود به خدا ایمان نیاوردید و ما بر شما تسلط و حجتی نداشتیم، بلکه شما خودتان مردمی یاغی و سرکش بودید. پس امروز همه ما وعده انتقام خدا را حتمی می پنداریم. باید البته عذاب را بچشیم و ما شما را بدین سبب گمراه کردیم که خود گمراه بودید و امروز آنها همه در عذاب مشترکند. ما چنین از بدکاران انتقام می کشیم. آنها بودند که چون لا اله الا الله کلمه توحید برایشان گفته می شد سرکشی می کردند و می گفتند آیا ما برای خاطر شاعر دیوانه ای دست از خدایان خود برداریم؟ چنین نیست که آنها پنداشتند، بلکه محمد با برهان روشن حق آمد و حجت و معجزاتش صدق پیغمبران پیشین را نیز اثبات کرد. شما که او را تکذیب کردید امروز عذاب سخت و دردناک خواهید چشید و جز به کردارتان مجازات نمی شوید. امروز همه مسئولند جز بندگان پاک با اخلاص خدا. آنان را در بهشت ابد روزی جسمانی و روحانی بی حساب معین است و میوه های گوناگون بهشتی، و همانها در آن عالم جاودانی بزرگوار و محترمند و در بهشت پرنعمت متنعمند و بر تخت های عالی روبروی یکدیگر نشستند و حور و غلمان جام شراب پاک را برای آنان می گردانند، شرابی سفید و روشن که آشامنده لذت کامل برد، نه در آن می خمار و درد سری و نه مستی و مدهوشی است، و در بزم حضورشان حوران زیبا چشمی است که جز به شوهر خود به هیچ کس ننگرند. گویان حوران بسیار سفید و با لطافت هستند.
در آنجا مؤمنان بعضی با بعضی به صحبت روی کنند. یکی از آنها گوید ای دوستان بهشتی، مرا در دنیا همنشینی کافر بود که او با من می گفت آیا تو وعده بهشت و قیامت را باور می کنی؟ آیا چون مردیم و استخوان ما خاک راه شد باز زنده می شویم و پاداش و کیفر می یابیم؟ باز این گوینده بهشتی به دوستان خود گوید آیا می خواهید نظر کنید و آن رفیق کافر را اینک در دوزخ بنگرید؟ آنگاه که بنگرند او را در میان دوزخ معذب ببینند. به او بگوید قسم به خدا که نزدیک بود مرا هم چون خود هلاک گردانی و اگر نعمت و لطف خدای من نگهدار نبود من هم به دوزخ نزد تو حاضر بودم. آیا دیگر ما را مرگی خواهد بود جز همان مرگ اول و دیگر هیچ رنج و عذابی بر ما خواهد بود؟ این است همان سعادت و رستگاری بزرگ. آنان که سعی و عملی می کنند باید مثل این کنند. آیا این مقام عالی بهتر است یا درخت قوم جهنم که آن درخت را ما بلای جان ستمکاران عالم گردانیدیم؟ آن برای قوم به حقیقت درختی است که از بن دوزخ برآید، میوه اش گویی سرهای شیطان است. اهل دوزخ از آن درخت آنطور می خورند که شکمهای خود پر می سازند. پس از خوردن برای قوم دوزخ شرابی آمیخته از حمیم سوزان شود و باز هم رجوعشان به سوی جهنم است، چرا که آنها پدرانشان را در زلالت و گمراهی یافتند و باز از پی آنها شتابان رفتند و قبل از اینان بیشتر پیشینیان هم سخت گمراه بودند و ما رسولانی برای هدایت و پند آنها فرستادیم. بنگر تا عاقبت کار آن امتهای گمراه به چه سختی و هلاکتی انجامید. جز بندگان پاک با خلوص خدا همه هلاک شدند و همانا نوح ما را ندا کرد و ما او را چه نیکو اجابت کردیم و او را با اهل بیتش و پیروانش همه را از بلای بزرگ نجات دادیم و نجات و اولاد او را روی زمین باقی داشتیم و در میان آیندگان نام نیکویش بگذاشتیم. سلام و تحیت بر نوح خداپرست باد. ما چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم که او به حقیقت از بندگان با ایمان ما بود و جز او و اهل و اصحابش که نجات دادیم همه را غرق دریای هلاک گردانیدیم. و از پیروان نوح در دعوت توحید و خداپرستی به حقیقت ابراهیم خلیل بود که آن ابراهیم از جانب خدا با قلبی پاک و سالم از شرک به دعوت خلق آمد. هنگامی که با پدر خود و قومش گفت شما به پرستش چه مشغولید؟ آیا رواست به دروغ خدایانی به جای خدای یکتا برگزینید؟ پس در این صورت به خدای جهانیان چه گمان میبرید و از قهر و انتقام خدا چگونه نمیترسید؟ آنگاه از روی تدبیر به ستارگان آسمان نگاهی کرد و با قومش گفت که من بیمارم و نتوانم به جشن عیدتان آیم. قوم از او دست کشیدند و از بتخانه به سوی صحرا شتافتند. ابراهیم قصد بتهای آنان کرد و گفت آیا شما غذا نمی خورید؟ چرا سخن نمی گویید؟ این بگفت و محکم با تبر بر بتان زد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست. قوم آگه شدند و با شتاب از پی انتقام به سوی او آمدند. ابراهیم گفت آیا رواست که شما چیزی به دست خود بتراشید و آن را پرستش کنید در صورتی که شما و آنچه از بتان می سازید همه را خدا آفریده؟ قوم حجت و برهانش نشنیدند و گفتند باید بر او آتشخانه ای بسازید و او را در آتش بسوزانید. آن نمرودیان قصد مکر و ستمش کردند، ما هم آنان را پست و نابود ساختیم و آتش را برای او گلستان کردیم. و ابراهیم گفت من به سوی خدا می روم که البته هدایتم خواهد فرمود
آنگاه دست به دعا برداشت. بار الها مرا فرزند صالحی که از بندگان شایسته تو باشد عطا فرما. پس مژده پسر بردباری به او دادیم. آنگاه که آن پسر رشدی یافت، با او به سعی شتافت. ابراهیم گفت ای فرزند عزیزم، من در عالم خواب چنین دیدم که تو را قربانی کنم، در این واقعه تو را چه نظری است؟ جواب داد ای پدر، هرچه مأموری انجام ده که ان شاء الله بندگان با صبر و شکیبا خواهی یافت. در اینجا سوره الصافات تا آیه 101 آن به پایان می رسد. دنباله سوره را در نوار 21 به امید پروردگار بزرگ برای شما خواهم خواند.